تظاهرات 5000 ایرانی در استکهلم. خانم مریم رجوی: اتحادیه اروپا باید بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و مراکز اصلی سرکوب و تروریسم را لیست‌گذاری تروریستی و مورد تحریم همه‌جانبه قرار دهد. تجمع‌های اعتراضی در تهران، شهریار و آبادان. شنبه 5000 ایرانی در تظاهرات بزرگی در استکهلم خواستار یک سیاست قاطع و تحریم‌های همه‌جانبه علیه رژیم آخوندی، لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و بیت خامنه‌ای و همچنین به رسمیت شناختن حق مردم ایران برای مقاومت به منظور سرنگونی رژیم آخوندی شدند. آنها پشتیبانی همه جانبه خود را از سازمان مجاهدین و کانونهای شورشی اعلام کردند و از خانم مریم رجوی و پلتفرم 10 ماده‌ای او برای ایران آینده حمایت کردند. آنها هر گونه رابطه و تبلیغ برای رژیم آخوندی را قویاً محکوم کردند و از دولتهای اروپایی خواستار محاکمه و مجازات و اخراج مزدوران اطلاعات و نیروی تروریستی قدس شدند. خانم مریم رجوی تظاهر کنندگان را صدای خروشان کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش ملی در سراسر جهان توصیف کرد که برای رهایی مردم ایران از اختناق و فقر و بی‌عدالتی قیام کردند. خانم رجوی گفت: روزگار مماشات با فاشیسم مذهبی در ایران به پایان رسیده و ایستادگی و قیام مردم این رژیم را به انتهای خط رسانده است. خانم رجوی از اتحادیه اروپا تحت ریاست دوره‌ای فنلاند خواست مراکز اصلی آزادی کش و سرکوب و تروریسم، یعنی بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات را لیست گذاری تروریستی نموده و مورد تحریم همه جانبه قرار دهد و مزدوران این رژیم را محاکمه و مجازات و اخراج کند و حق مردم ایران را برای مقاومت به منظور سرنگونی رژیم آخوندی و استقرار دموکراسی و حاکمیت جمهور مردم به رسمیت بشناسد. قارت شدگان و معترضین خودرو روز شنبه در اعتراض به پاسخ ندادن به مطالباتشان در غرفه متعلق به خودروسازان سایپا در نمایشگاه بین المللی تهران تجمع کردند. تجمع کنندگان تراکت‌های علیه قارتگری رژیم بلند کرده بودند. ماموران سرکوبگر انتظامی مانع از فیلم برداری یکی از معترضین شدند. جمعی از کارگران واحد تعمیرات پالایشگاه نفت آبادان روز شنبه در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و همچنین اجرا نشدن کامل مصوبات قانونی کار در مورد کارگران پیمانکاری مقابل پالایشگاه نفت آبادان تجمع کردند. روی یکی از بنرهایی که کارگران معترض در دست داشتند نوشته شده بود: ما کارگران پالایشگاه نفت آبادان از تبعیض و بی‌عدالتی به سطوح آمده ایم. ساکنان خشمگین فاز 2 شهرک مخابرات شهریار واقع در استان تهران در اعتراض به قطعی‌های طولانی مدت و مستمر آب در اداره آبفا تجمع کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در حال تشکیل یک عملیات چند ملیتی دریایی با نام عملیات گذروان است تا نظارت و امنیت در آبهای بین المللی را افزایش دهد.
سنکام روز شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد هدف از عملیات گذربان پیشبرد ثبات حمل و نقل دریایی، اطمینان از عبور آزادانه و کاهش تنش در آبهای بین المللی از جمله در همه نقاط خلیج فارس، تنگه هرمز، تنگه باب المندب و دریای عمان است.